بسم الله الرحمن الرحیم. با تقیه به درس های گذاشتم درس امروز هم از قسمت برنامه اکسل آغاز میکنیم. خب روز گذاشتم ما شما مینوی هوم هم مورد مطالعه قرار دادیم. امروز درس از قسمت مینوی انسرت آغاز میکنیم. نخواست دارید ماده یک قسمت بیو تیبل. بیو تیبل ما قبلا هم مورد مطالعه قرار داده بودیم، بعدم به شما میگه تکرارش میکنم. نخواست یک تیبل درش میکنیم. خب نخست تیبل ما انتخاب میکنیم، بعد ما بالای پیو تیبل کلیک میکنیم و اوکی. در این قسمت ما پیو تیبل فیلدز ظاهر میشه. بعد از اونا رو میخوایم ما تجزیه کنیم. به اساس چی؟ میم تجزیه که به اساس از اینکه نخست بیار کلاس تا بر ما معلوم باشه که در کدام صنف یعنی کی هست، یعنی بعد از کیو میم بعد از کلاس باشه باز نیم و بعد از نیم تایم. به هر شکل یعنی هر قدر فیلد دیگه هم باشه شما از قسم میشه که چی کنیم ره انتخاب کنیم و تجزیه کنیم. بعد هم میایم دیگه قسمت، حال دیگه قسمت ببینیم میگه در کلاس A سمیر است در تایم 1 بجه، در کلاس B نبی است در تایم 2 بجه، در کلاس D هارون است در تایم 3 بجه و به شکل در صنف E و در صنف F. به شکل بر ما معلومات میده. بعد از قسمت انزرت میای چی از قسمت ما بیو تیبل انتخاب کنیم، چی از قسمت ریکامندد بیو تیبل بالا کلیک کنیم، باز هم اوکی کنیم، باز هم اون فیلد به ما چی میشه مشاهده میشه. کنترل زد میگن که پس تیبل ما برگرده. بعد از قسمت انزرت داریم در قسمت تیبل. قبل ما شما در قسمت هوم و در قسمت فرمت از تیبل ما شما مورد مطالعه قرار داده بودیم بخش تیبل هم. و در قسمت هم تیبل موجود است. اوکی بگوین این همون تیبل فارم دیزاین تیبل از خدمت شده ما ظاهر شد. خب بعد از قسمت انزرت میایم در قسمت داریم پکچر. وظیفه پکچر چیه باید شما توجه باشین. ما شما پکچر در ورد هم مورد مطالعه قرار داده بودیم. اگر بخوایم که یک پکچر درج کنیم پس از قسمت انزرت اومده و بالای پکچر کلیک میکنیم. بعد از قسمت یک تصویر انتخاب میکنیم در هر جوی که باشه شما پیدا میکنید، بعد از او بالاش کلیک میکنید. اوکی پکچر به شکل درج میشه. بعد از اینکه پکچر درج شده یک قسمت ببینید پکچر تولز به ما شما چی میشه ظاهر میشه که به این شکل دور تمایل خوانده بودیم. بازم به شما من یک تکرارش میکنم. نخواست دارم یک قسمت ریموو بگراند. فعلا ببینید اینمی اکس یک بگراند داره. اگر میخواین که بگراند رو ریموو کنین بالا از کلیک کنین، کمی کلیک کنین بگراند ریموو شده. یک قسمت در پکچر تولز در قسمت بگراند ریموول هم اضافه شد. نخواست مارک ایریا استیکیپ یعنی از نمی قسمت فعلا بالای یعنی کلک کردگی سه اونم قسمت هایش که میخوای که بار این بگراند شد پس انتخاب کنیم. به شکل ببینین کمی انتخاب کنین اونم قسمت هاشی میکنه با شما بگراند شد حفظ میکنه یعنی از بین نهیم برای ببینین. به شکل مارک ایریا استیکیپ اگر بالای کلک کنیم اونم سوال را که من انتخاب میکنم اونم را از بین ببر اونم سوال را که انتخاب میکنم بگراند شد میکنه از بین ببر. فعلا این ماده قسمت مارک کردیم. اگر بخوایم که این مارک ها از بین بره میایم دیگه قسمت بر دلیت مارک بالا کلیک کنین مارک از بین رفت. ببین فعلا هیچ ما مارک کرده نمیدونیم. اگر از قسمت میایم کیپ چینج یعنی تغییر وقت اینجا ورد کنیم ای به شکل وقتی کیپ چینج بگویم اونم تغییر چی شده قسمت زاید شد. اگر بیایم از قسمت باجوی دیسکارد آل چینج یعنی تمام تغییرات از بین بره بالا کمی کلیک کنم مکمل تغییرات از بین رفت. بعد از قسمت در کارکشنز در کارکشن ما میتونیم که روشنایی تصویر بیشتر و ضعیفتر بسازیم. به شکل بعض از تصاویر نیاز میشه که فرض مثال در کامرا گرفته شده ضعیف میخوایم که از قسمت بورم بعض از روشن بسازیم یا که بسیار روشن است میخوایم کوره تاریک بسازیم. به شکل این بود مربوط به کارکشنز. در قسمت کلر ما میتونیم که رنگ خود تصویر چی کنیم عوض کنیم. اینجا رنگ های مختلف هست فرض مثال این باشه به این رنگ همون رنگ چی کنیم تغییر کنیم. میخوایم که عکس به طور تغییر کنه که
عکس نقاشی شده مال می شود. پس می از قسمت آر آرتستیک افکس از این قسمت فرض مثال باشه به شکل یا به شکل باریز کلا که ایت یعنی فهمیده میشه کی نقاشی ها رسمی شده باشه. بعد از قسمت داریم کامپرس پکچر. اگر سایز تصویر بسیار بزرگ می باشه باز شما می توانید که از قسمت کامپرس پکچر استفاده کنید که ما در قسمت ویندوز وظیفه کامپرس پکچر خوانده ایم. بعد از قسمت داریم چینج پکچر. اگر میخواین که بس رو دیگه تصویر وارد کنید میخواین که یک تصویر دیگه بر جایز برین می باید چینج پکچر کلیک کرده ورک آف لاین بعد از قسمت یک تصویر دیگه انتخاب کنید بس فرض مثال به تشکل به اون شکل شده ایواز شد. بعد از قسمت فرمت ریست پکچر ما در این قسمت میم بس تغییرات بر ازی وارد میکنم به شکل میخواییم که همین شکل استاندارد از تصویر بینید که به چه شکل بود بالا از که کلک کنی بعد شکل استاندارد به خود میگرفت. اگر میخواین که نمیدید شکل قرار بده یعنی شکل های مختلف افکتر از جسته میتونید اگه افکتی را قرار بده فرض مثال به شکل اگه افکتر داشته باشه فعلا میبینید باردر ازی به شکل میخواین که در باردر شکل رو برین ببینید این قسمت برش باردر میگن در چهار طرف شکل خط سیاس. اگر میخواین که در باردر از تغییر ورد کنین میبینید در قسمت پکچر باردر میبینید برنگش باشه برنگ زرد در قسمت میبینید فعلا میبینید یک خط داره. اگر میخواین که نید خط این باردر نداشته باشه میبینید نو آوتلاین فعلا دید باردر نداره. قبلا به این اندازه باردر داشت اماره باردر نداشت. در قسمت پکچر باردر میم فعلا اینجا رنگ های مختلف هست. اگر رنگ دلخواهیتان در اینجا پیدا کرده نمیتونین میم در قسمت مور آوت آن کلرز سندر وزی قسمت کستم ها میگیرین باید از این انتخاب میکنین اوکی کنین چه شده اون رنگ به خود اختیار کرد. میم در قسمت پکچر باردر بعد از این قسمت داریم وایت میخوایم که این اندازی سایز باردر از خورتر یا بزرگتر بسازم بعد از قسمت میم انتخاب میکنم اینه به اندازه باشم یا میم نه بسیار بزرگ نباشه. میخوایم که سایز باردر شکمه کنه کوچک باشه از قسمت کوچک یا میم که بزرگ باشه بزرگ. میخوایم که این باردر از یک سایل هم داشته باشه من در قسمت پکچر باردر داش است بالا از کلک کنید اینجا انواع مختلف هست اوتلاین هست بالا از کلک کنید داش است برای کنش کلک کنیم بارده را به خود اختیار میکنه خب دیده میگیم که یک بارده هم داشته باشم از قسمت دشت اسمیم این به شکل بارده را بگیر بید نیزانش به اون شکل شد تغییر کرد. این به وظیفه پکچر بارده را دیگه انواع پکچر افکت هاست میخواییم که یعنی افکت های بیشتر میخواییم که دریافت کنیم پس میاد قسمت پکچر افکت پریسیت اینجا انواع پیکچر افکت هست بالا هر کدامش که کلیک کنید یعنی شکل افتاده رو به خود میگیره. ببینید هر کدام که ببینید معلوم میشه که شکل افتاده رو به خود گرفته با شکل ازی. در قسمت شادو شادو یعنی سایه من ببینید من تمام سایه هم داشته باشه بچی نه ببینید بالا هر کدام که کلیک کنید دمو عکس خوب اگه متوجه باشین یک سایه ایجاد میشه به شکل. از قسمت پیکچر افکت اومده و من سایه ازی با کدام سمت باشه و سمت پایین باشه میشه سایه شدید قسمت نازش رو تنگ کنید بالاش کلک کنید ببینید قسمت پایین یک سایه برش میشه ایجاد میشه. در قسمت رفلکشن میاین این رو به اندازه باشه ببینید این قسمت پایین قسمت هم متوجه باشه یک سایه هم به خود داره بالا پکچر افکس میاین گلو در چهار اطرافش به رنگ مثلا به این رنگ یک شادو یک باشه ببینید به اون رنگ یک شادو به خود چهار اطرافش اختیار کرد و میشه که سافت ایج بیول تیدیشن نوع مختلف از افکت ها سر کدامش رو بخواهی میتونه که اپلای بگوینی. بعد از قسمت پکچر لیاویت میاییم میگم یعنی تصویر باشد در این داخل از این شکل بالا از کلک این داخل از این شکل شما تصویر گنجانیده شد. بعد سمارت تولز یک قسمت ظاهر میشه که با سمارت تولز هم شما بعدا در قسمت انزرت از قسمت چارت در یک قسمت با سمارت تولز هم مورد مطالعه قرار میتیم در یک قسمت هم هست با در یک قسمت هم سمارت آرت و سمارت تولز یک قسمت هم موقعیت داره. بعد از قسمت فرمت میاییم قسمت فرمت شیپ های لیاوت های مختلف هست بر لیاوت لیاوتی که بخواید میتونید که داخلش ایجاد کنید. بعد برنگ تو فوروارد سنت تو بکورد و سلکشن پنل وظیفه چی هست نخواست میایم یک چند عکس داش میکنیم انزرت پکچر به شکل انزرت پکچر به شکل بالا ازی ایره قرار میدیم
فعلا میبینی یک طرف از این عکس دومی به داخل هست. میخوایم که این عکس مکمل بالا از این عکس قرار بگیره. پس بالا اش کلیک کنیم، میایم از قسم میبینیم برینگ تو فوروارد. بالا از کلیک کنیم ببین طرف عکس شد به طرف بیرون اومد. فعلا این عکس دیگه رو ببینین. از دو طرف هستید، به طرف چی هست؟ به طرف داخل است. میخوایم که این عکس به طرف مقابل بیاد. پس از قسمت برینگ فوروارد بیایم ببینیم برینگ تو فرانت. بالا از کلیک کنیم ببین به طرف مقابل عکس اومد. میخوایم که فعلا میبینی از دو طرفش مقابل آمد. میخوایم که یک طرفش مقابله. من از قسمت برینگ تو فرانت میبرم به برینگ تو فرانت. فعلا میبینی ای در مقابل آمده. میخوایم که این پس به عقب بره. پس بالاش کلیک کنیم، میبینی از قسمت بالاش میبینی سنت تو بکورد. بالاش کلیک کنیم، پس هم یک طرف عکس شد داخل رفت. از قسمت نخست میای میره سنت تو بک میگیم. بعد میخوایم که یک طرف عکس شه به طرف بیرون. میام از قسمت برینگ تو فرانت. میبینی یک طرف عکس بیرون آمد، یک طرف دیگه بیرون نامده. اگر میخواین که دو طرف عکس بریم باز می از قسمت میگیم برش برینگ تو فرانت. حالا دو طرف عکس اومد به طرف بیرون اومد. بعد از قسمت سنت تو بکورد میخوایم که یک طرف عکس به طرف چی بره؟ به طرف داخل بره. نخواست در قسمت فرمت رو میگیم برینگ تو فرانت. فعلا هر دو طرف عکس به طرف بیرون است. یعنی یک طرفش یعنی یک طرفش به طرف داخل باشه. میام از قسمت سنت تو بکورد از قسمت میشه سنت بکورد. یک طرف عکس شد داخل رفت. میخوایم که دو طرفش داخل بره. پس میام از قسمت سنت تو بکورد میام سنت تو بک. هر دو طرفش شد به طرف عقب رفت. به شکل این بود وظیفه برینگ تو فرانت و سنت تو بکورد. به شکل وظایف مختلف داره به خاطر تنظیم عکس ها در تیبل و در برنامه ورکبوک ما استفاده میشن. فعلا این سه دونه عکس هست. میخوام که اینا رو سلکت کنم. با چه شکل؟ میام از قسمت بالا از کلیک کنیم، از قسمت سلکشن پن بالا از کلیک کنیم، اینا رو کنم تصویر میخوام بالا از کلیک کنیم، نمی تصویر چی میشه؟ انتخاب میشه. باشه. میخوام که تصویر پنهان کنیم، میام از قسمت بالا از کلیک کنیم. پنهان شد. میخوام نشان پنهان کنیم، نشان. کامرا پنهان شد. آیا میخوام تمامش بیارین؟ پس شو آل بگین. و اگر میخوام تمامش پنهان شه برش هاید آل بگین. سلکشن پن یعنی انتخاب میکنه عکس. باشه. این بود وظیفه سلکشن پن. بعد از قسمت فرمت داریم. الان ما شما قرمه در برنامه ورد خوانده بودیم. یعنی موقعیت عکس چی میکنه؟ تعیین میکنه. مثلا به طرف چپ باشه، به در مرکز باشه. که ما این توسط شرکت هم چی میکنه انجام دادم؟ میتونیم. به شکل ورد سمت که میخواییم. بعد از یک قسمت روتیت. روتیت یعنی در خوردن. من در بخواهیم این عکس به اندازه 90 درجه. ببینید به اندازه 90 درجه شدی؟ چرخید. این چرخید. این به طرف رایت 90 درجه یعنی میشه خواهد میگیم آره به چرخان به طرف چپ 90 درجه. پس به طرف چپ چیکه چرخان چپ. میگم به شکل ورتیکال باشه. فعلا شد ورتیکال. اگر میخوای هورایزنتال پس از کنه هورایزنتال بگیری. شارت کات دیگه کدام قسمت هست؟ ببینید در قسمت عکس یا این اوبجکت هم کلک کنید در قسمت بالا به شکل یک تیریک حلقه آمده. بعد از کنسل تانه قرار بتین این شکل یک تیر ظاهر میشه. بعد از او طرف چپ هم آوازه فشار بتین و چرخ بتین برس زاویه که میخواین چرخ میخواین این به زاویه باشه به با اون زاویه عکس باقی میمانه. هر عکس را که میخواین فقط به چرخانه نشه به کدام زاویه که میخواین به این شکل میشه که این شارکتش هسته که چطور یکسه به چرخانه. بعد از قسمت کراپ میخواین که قسمت عکس فرض مثال از اینمی عکس فقط میخواین که اینمی بایرق هم کار دارم. پس چطور متواقی شه؟ یعنی از بین بریم. پس ضرور سمیم بالی کراپ میگیم کراپ. بعد از کراپ گفتیم بیم در چون اطراف عکس یک با شکل چاکات ظاهر شد. این حالا بالا از کنسل تانه بین طرف چپ هم آوزه فشار بتین و با این شکل چقدر میخواین اینه با این اندازه و از این اندازه باشه با این شکل انتر کنین. نهیم از قسمت کراپ نهیم کراپ همین کراپ بگین این حالا رو اندازه یک چی شد؟ قطع شد. باز هم برای شما یک مثال فرض مثال بعد این عکس فقط کار داریم این درخت شه چطور بک‌گراند شه زبانی میگیم بالا کراپ کلیک میکنیم میگیم کراپ باز تعیین میکنیم با این اندازه از طرف رایت با این اندازه از طرف باتوم با این اندازه از طرف بالا هم با این اندازه بالا کراپ بیاین با این کراپ همون اندازه یک چی شد متوقع قطعش فقط هم درخت باقی موند. این از وظیفه کراپ. بعد از قسمت پکچر تولز میاییم در قسمت داریم کراپ.
کراپ تو شیپ می نمینه قطع کو بندازی یک شیپ که فرض مثلا من این تک شیپ کار دارم می خوام دوای زمین کراپ کنم کمی کلیک کنیم اونم وقت بعد دوای شیپ شد رفت. بعد از قسمت پیکچر تولز انواع شیپ های مختلف هست میتونی که از قسمت تعیین کنیم. بعد از دیگه قسمت هاید و واید چطور بخوایم کنیم یک سایز شد تعیین کنیم. پس این از قسمت دیگه خب از شارکت شد که از قسمت هم میتونیم کنیم خورده کلان بسازیم مثلا به این شکل به این اندازه باشم بر اندازه که میخواین. اما این دبی خود اندازه پیکچر بعضی از استاندارد رو در نظر نمیگیره، یعنی یک طرفش خرد میه فرض مثال یک طرفش بزرگ میه به این شکل باز اما استاندارد است استاندارد خود از میتن چطور اینه با اون استاندارد خودش یعنی کراپ بسازیم. پس این دقیق قسمت می فرض مثال می عکس باشه یک فعلا متوجه باشین پایین دو است می یک باشه کمی انتر کنم قسمت با اینم چی میگن استاندارد خود میگیرن با شکل اتوماتیک کمی انتر کنم یه چی شد یک شد. یعنی چهار طرف شد اینه خرد و شارکتش از این قسمت است از قسمت این خرد بزرگ بسازیم. این بود وظیفه فرمت پیکچر تولز. بعد از قسمت انزرد میاییم و دیگه قسمت داریم آنلاین پیکچر. اگر ما در انترنت آنلاین باشیم میتونیم که از انترنت هم یک عکس انزرد کنیم. اگر در انترنت باشین باز میشه بالاست کلیک کنیم و از گوگل ایمیج میشه که بعض عکس‌ها شما چی کنیم انزرد کنیم. و این بود درس امروزی ما در قسمت انزرد. متوقع شمینیم بر روز بعدی.